چرا که قاضی خیلی باسواد بود. خلیفه گفت که بیا در رئیس دیوان عالی کشور قاضی‌القضات میخوام بکنم. گفت نه من نمیام، چون اعتقادش این بود که خلیفه قاضی است. گفت حالا که اونا نمیپذیری این بچه های منو بیا معلم اینا باش. گفت نه اونم نمیپذیرم. گفت سومی رو باید بپذیری، یه شام مهمان ما. گفت نمیپذیرم. شام خلیفه رو خورد، خب اون تیکه حرام رو خورد، رفت خونه تا صبح میگفت که بپذیرم نپذیرم. توجیه شروع شد، گفت میپذیرم اصلاح میکنم. صبح اومد گفت هم قاضی‌القضات میشم هم معلم بچهات میشم. ورق برگشت، ورق برگشت، یه وقت حقوقش رو گرفته بود، یه دینار، دینار تقلبی چیز بود، یعنی ناخالصی داشت. اصلا بود. به اون کسی که سر بیت المال میشینه بهش میگن جهبز، با هاء دو چشمی و دال زال اخت و دال. خب جهبز کسیست که تا نگاه کنه خلوص درهم و دینار رو میفهمه. به اون جهبز گفت که من اینه نمیپذیرم. اون جهبز چون بیوگرافی این آقا رو میدونست خیلی عصبانی شد، گفت چی داری میگی نمیپذیرم؟ مگه چی دادی به ما که اینقدر خوب و بد میکنی؟ آره با ما چیز هم هستی، زیاد خواهم هستی. برگشت حرف عجیب گفت، گفت خیلی چیز دادم، من دین خودم رو دادم. در دوراهی مردود شد. این دوراهی ها خیلی خیلی برای ما حساس هست. خدای متعال یه حرف غیبی زده است، گفته است اگه در این دوراهی من رو رها کنی و بری این کارها رو انجام بدی، خاطرت باشه که عذاب نازل میشه. اگه یه ملت خدای نکرده در دوراهی این خطا رو بره، بله، آینده کشور ما میگه که ما نباید از پشت خنجر بزنیم به کشور، به ملت، نباید احتکار بکنیم، نباید دلارها رو ببریم ذخیره بکنیم، نباید طلا رو ببریم در این قوقا ذخیره بکنیم. یعنی دین خودمون رو به این آب، به این خاک ادا بکنیم. بالاخره ما با این در این خاک اجداد ما، اینجا مال ماست، بله، تاریخ ما، گذشته ما، فرهنگ ما، مدنیت ما، وطن ما، سرنوشت ما، سرنوشت آینده ما. اگر اینجا بیاد در این دوراهی دنیا رو انتخاب بکنه، به طور طبیعی بلا نازل میشه. خدا امر قراردادی نمیگه اینجا، میگه که خدای متعال فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. این امر قراردادی نیست، امر نفس الامری است. اگر در دوراهی خدا میگه دین من و دستور من رها کنی به چسبی به دنیا، نزول عذاب طبیعی است.